من اسمش که جدیدم میاد یاد چوپان دروغگو میافتم. کوبون چوپون حالا چوپان دروغگو. پارسلی پشت سر من حرف زد. یه بار به گوش خودم شنیدم. توی بتلفیلد بودیم. من و پارسا با یکی از دوستاش سام. پس اگه یه کسی میبینی که زده من کنون تکم و من دلم اینه اصلا همش دوگوه. من فران تو تلگرام و یوتیوب هم. سلام چاکرم نوکرم، من ایکس میرادم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها مرض بگیرسیم، امروز با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و تا انتها ویدیو رو تماشا کنید و تماشای شما تا آخر، یعنی تا تهش، بزرگترین حمایتیه که تو میتونی از من بکنی. بکن ایول حمایت کردی، نه بعد تا آخر ببینید. لایک سابسکرایب زنگوله دمت گرم عشقی، من به حمایتاتون خیلی نیاز دارم. از این بعد دیگه تامیل های کلیک بیت رو حذف میکنیم، دیگه میریم سراغ محتوا سالم، ببین دیگه چی میشه. دیگه اولین چیزی که توی این ویدیوی پرمحتوا میخوام راجبش توضیح بدم، ویدیویی که موضوع بود درست، موضوعیه که راجب پوبون و آقای پارسالیپ. قطعا همه شما اتفاقاتی که بین اینها افتاده رو شنیدین و منی که از الان، یعنی الان میخوام راجبش رو صحبت کنم، قطعا همه چیزش رو میدونید دیگه شما، ولی یه سری توضیحات مونده که اونا رو بهتون میگم. ببینید اگه بخوام به صورت کلی بگم واسه شما، اول این آتیش رو آقای پوبون راه انداخت. نمیخوام بگم کاری که اشتباه بوده کاری که درست بوده، نه اصلا. آقای پوبون اومد توی یه ویدیویی که توی یوتیوبش بود یک سری چیزها رو بعد 2 سال گفت که دلیل این کارشن و دلیل بازگو کردن اتفاقات 2 سال پیش رو نمیدونم فشار هوادارا گفت، یعنی گفت هوادارا انقدر اون فشار رو بردن منم مجبور شدم بالاخره بگمش. گفت که آقا پارسالی پشت سر من حرف زده، با سام صابری داشتم بازی میکردن داخل وارزون کجا اینا، بعد من رفتم غذا بخورم، وقتی برگشتم اومدم این هدفون رو گذاشتم و شنیدم حرفاشونو که پارسالی فلان حرفو زده، من تو موزیک به ما نمیخورن، از این جور چیزا. خیلی از فنام دارم میپرسن و سوء تفاهم شده، یه توضیح خیلی کوتاهی میدم. پارسالی پشت سر من حرف زد. یه بار به گوش خودم شنیدم، توی بتلفیلد بودیم، من و پارسا با یکی از دوستاش سام. من رفتم که یه بریک بگیرم، رفتم نهار بخورم، وقتی برگشتم هدفونو که گذاشتم اینا حواسشون نبود، همه توی دیسکورد بودیم و پارسالیپ داشت تاکشت میکرد پشت سر من. یه ذره جا خوردم، یه ذره که زیاد جا خوردم اونجا، به خاطر اینکه خب همینطور که همه میدونستید ما خیلی رفیق بودیم و اصلا این چیزا بین ما نبود، یعنی من هر جا که میرفتم اینجوری بودم با پارسالیپ، پرچمشو میکوبیدم. این حرف رو زد و گفت بعد از اون هم، بعد که این اتفاقات افتاده، زیرا به من زده زنگ زده به دوستام و گفته که پوبون تو رو به خاطر فلان میخواد، تو رو به خاطر بیسار میخواد، که توی کانال پوبون همه این توضیحاتش هست، میتونید از اونجا ببینید. این از این موضوع. از اون ور پارسالیپ توی این ویدیویی که دارید روی صفحه میبینید اینگاهی که گذر کرد، اجازه بکش که جدی باشه، 2 دقیقه جدی باشه، گذر کرد توی این ویدیو اومد راجع به این موضوع توضیح داد، گفت که نمیدونم من همه اینها رو کلن تکذیب میکنم، من این کارا رو نکردم و پوبون خودش این حرف رو از خودش در آورده و لقب چوپون دروغو رو بهش داد و هی میگفت پوبون چوپون و همین جوری شد. یه سری حرفا هم زد و گفت که اصلا اینجوری نبوده، ما کلی کمک کردیم بهش و اینا همش دروغه. خودتون دیگه ویدیوشو ببینید متوجه میشید حرفای من نیست، حرفای پارسالیپه. زیر هم دیگه که نمیکشیم به هر حال. من اسمش که جدیدم میاد یاد چوپان دروغگو میافتم. پوبون چوپون حالا چوپان دروغگو. نمیخوام مسخرهش کنیم ولی انقدره که این داستان میاد تو ذهنم، چون الان برگشته جدیدن دیگه فکر کنم دیگه انقدر مردم بهش فشار آوردن یا دنبال ویو، الان که البته به هدفش رسید ما داریم راجعش صحبت میکنیم. خب حالا ما بعد اینجا مثل یه قاضی بشینیم ببینیم حرفای کی درست داره. ایشون پوبونه، ایشونم پوبونه، ایشونم قاضیه، ایشونم پارسالیپه. پارسالیپ یه گوشه بود، ببینوناش گوشه اتاق. پارسالیپ کاری به چیزی نداشت، بعد پوبون یهو اومد این حرفو زد به پارسالیپ و پارسالیپ هم جوابشو داد و دیگه توی این 2 سال که گذشت هیچ کسی چی نگفته بود. مثلا سر قضیه خلسه که مثلا یه اتفاق واسه پارسالیپ افتاده بود، گفتن چرا پشت پارسالیپ در نیومد پوبون، تو که رفیق بودی، مثل داداشت بود، اون مثل داداشم بود. همین موضوع باعث شد که دیگه پوبون واکنششون بده و دلیل واکنشش هم همین گفته. خب این موضوع کلی پارسالیپ و پوبونه و بعد از این موضوع میرسیم به کرتسی و هامی کی ام که جدیداً یه اتفاقی بینشون افتاده. حالا بهتون میگم جریانش چی. هامی کی ام اومد یه ویدیو با کرتسی ساخت،
چرسی کیه؟ یک رپره. هامی کیه؟ هامی که یک یوتیوبر. حالا هامی که زمانی که اومد این موزیک رو با چرسی ساخت، قبل از اون چرسی داخل اینستاگرامش به یه مشکل خورده بود با پارسالیب و همینجوری استوری واسه هم میذاشتن و نمیدونم از اینجور همون میکوبیدن، ولی پارسالیب واکنشی نداشت، فقط چرسی، اشتباه گفتم، ریدم. و همین جریانات باعث شد که دیگه همه بگن که چرسی و پارسالیب دیگه افتادن درگیر شدن دیگه با هم دیگه. همون لحظه که این درگیری ها شکل گرفت، یهو دیدیم که هامی کی ام با چرسی یه ویدیو مشترک ساخت. بعد توی این ویدیو مشترکه خب دیگه چرسی میاد هامی کی ام رو دیس میکنه به صورت فان و شوخی و یه ویدیو خودمونی با هم دیگه میسازن. این وسط چه اتفاقی میفته؟ بعد چند روز چرسی یه دیس میده، یه موزیک دیس که اولین دیس رم پیام خلصه رو گذاشته به پارسالیب، چرسی میاد دیس میده. حالا اینجا هامی کی ام رفته با کسی ویدیو ساخته که دشمن پارسالیپه و اینجا پارسالیپ و هامی یکم به مشکل خوردن. البته هامی کی ام توی یه استوری که توی این ویدیوی بالا واسه شما میذارم توضیحات کامل رو داده توی این اینستاگرامش، اینجا ببینیدش متوجه میشید. بعد این توضیحاتو که داد، این حرفا رو هم که زد، اصلا دیس چرسی به پارسالیپ اومد و مشخص نیست دیگه قضیه چیه، ولی تا اونجایی که میدونم مشکلی بینشون پیش نیومده. میریم سراغ اتفاقات بعدی هفته. خبر بعدی راجع به آقای فرهاد ایکسری که داخل توییتش یه چیز رو گذاشت و یک سری اتفاقاتی افتاد که با هم دیگه اونها رو مرور میکنیم. آقای فرهاد ایکسری توی توییترش نوشت این حجم از اسکی که داره انجام میشه از مسیر جدید کاریم بی سابقه هست، گرچه عادت کردم توی این چه سال، اما خب این شکل بی سابقه بوده. وقتی که این توییت رو زد، آقای آروینشو همون توییت معروفش رو میاره وسط و میگه نمیدونم هرچی محتوا ساخته میشه اونا اورجینال همشون زر موف میزنن و اورجینال ترین محتواها نمونه های خارجی تو یوتیوب موجوده و میگه الکی اسم یوتیوب، اسم محتوای اورجینال نذاره تو یوتیوب فارسی. حالا آقای فرهاد ایکسری اومد گفت که آقا نه، من اصلا منظورم با محتواهای یوتیوبم نبود، من منظورم اصلا با یه چیز دیگه است. حالا چیز دیگه چیه؟ فرهاد ایکسری من داخل ویدیو اون ویدیو که گفتم اون بالا از این بالا ببینش، این ویدیو گفتم از اون بالا ببینش، بهتون توضیح دادم. فرهاد ایکسری و آقای بیگ اسموگ دوتاشون یه ویدیو توی اینستاگرام، نه یه پست توی اینستاگرامشون گذاشتن. آقای فرهاد ایکسری همچین پستی گذاشت و بعدش هم واسه 1 2 3 4 5 بیگ اسموگ هم همچین پستی گذاشت 1 2 3 4 5 و بعد از اینها دمتون گرم. و بعد از این اتفاقات و این پست هم بکنم منظورش اسکی از این حالت بوده، چون آقای فرهاد ایکسری نوشته بود داخل اینستاگرامش به زودی با یه بمب جدید منتظر باشید و اینجور صحبت ها، و از اون برای من بیگ اسموگ نوشته یکی از خفن ترین ویدیوهای چنلم تو راهه، که فکر میکنم این دوتا شبیه هم باشن ویدیوها، البته مشخص نیست، شاید یه فرق داشته باشن کلا، ولی به هر حال باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اینم اتفاقی که ممکنه در آینده یه دراما بین فرهاد ایکسری و بیگ اسموگ اصلا به وجود بره، ولی امیدوارم اینطور نشه. و خبر آخر هم که بهتون میدم راجع به آقای پوریا پوسکی که یک اتفاق خوب واسه همه یوتیوبرهای تازه کاری که تازه میخوان شروع کنن رخ داده، گوشیم نزد دستم بیفته، اگه میفتاد ویدیو رو قطع میکردم همین چیز خواستم. و این اتفاقی که افتاد اینه که داخل کانال تلگرامش آقای پوریا پوتک اومده گفته از امروز سعی میکنم با یوتیوبرهای جدید ماهی یه ویدیو دو نفره میسازم و فردا لینک میدم میتونن ویدیوهاشون رو بفرستن و رندوم هم از هر کی خوشم بیاد باشون ویدیو جدید میسازم، در قبالش هم هیچی نمیخوام، اصلا مهم نیست نه امکانات شما بالا باشه یا نه، هیچی مهم نیست، هیچی نمیخوام جز اخلاق شما. و فکر نکنید اگه پیام دادم ویدیو بسازین باید برید میکروفون بخرید یا دوربین شاخ بخورید، این چیزا مهم نیست، چیزتون هم نباشه. این روش رو از ماه جاید یعنی می شروع میکنم، فردا هم لینک میدم ویدیوهاتون رو بفرستید. لینک نداد، نمیدونم چرا لینک نداده هنوز و 14 15 16 17 18 4 روز داشتن لینک رو نداشته کانال تلگرام، نمیدونم چرا، ولی اگه لینک گذاشت دیگه میفهمید دیگه بچه ها، عشقی چاکری تیم چاکرتونم پیجم هم وقتی بیاد تیک آبی داره خودتون میبینیدش، ولی فعلا دیاکتیوش کرده. پس اگه یه کسی میبینید که زده من پوتکم و من بلم، اینا اصلا همش دروغه. من فعلا تو تلگرام و یوتیوبم که فکر کنم اواسط این هفته یا هفته بعد دوباره بیام تو اینستاگرام، برای همین دیگه فن پیج هم و کسایی هم که منو میشناسن اعلام کنم بگن که فعلا پوتک پیجی ندارم. بازم میگم دلقه واسه لینک نزاشته. بچه ها دمتون گرم که تا این لحظه من رو نگاه کردید، صورتم رو تحمل کردید، دمتون گرم. اینجا آب و دانیا اگه بیان هوا همتون رو دارن. ما
ما هواتون همتون رو دارم، شما هم هوای منو داشته باشید. حالا هوای داشته باشید چه جوریه؟ رو ویدیوام کلیک کنید تا انتها ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید. دمتون گرم، عاشق همتونم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. تا سه بشمار مقیب میشم. 1 2 زنگوله. دیدی غیب شدم؟ دروغ گفتم.